سجده حبیبی. بنام او درودی گرم و صمیمانه حضور یکایک شما بینندگان عزیز و گرامی و با آرزوی شادمانی و تندرستی برای شما هموطنان عزیزم در هر گوشه این کره خاکی که هستید و تماشاگر برنامه ما مجده حبیبی هستم. به برنامه عاشقانه خوش آمدید. در برنامه این هفته بسیار خوشحال هستم که میهمان بسیار عزیزی داریم، کسی که از پشتیبانان برنامه عاشقانه هستند. شما با نام و چهره ایشون آشنا هستید، خانم دکتر ندا مهربانی. بسیار خوش آمدید برنامه عاشقانه. مرسی، خیلی ممنون که باز دعوتم کردین و من برنامه‌تون انقدر دوست دارم که واقعا افتخار میکنم که اینجا. خواهش میکنم، خیلی شما لطف کردین، تشریف آوردین. خانم دکتر ندا مهربانی همونطور که بیشتر شما میدونید متخصص کایروپراکتیک و طب سوزنی و چینی هستن و در یک برنامه دیگه هم ما یه گفتگوی کوتاهی با هم داشتیم که این گفتگو خیلی مورد توجه شما دوستان قرار گرفته بود و از ما خواستید که این برنامه رو بیشترش بکنیم. مدتی طول کشید، ایشون خیلی میزی هستن و خیلی سرشون شلوغه و بالاخره تونستیم فرصتی پیش بیاد که با هم دیگه یه گفتگوی کوتاهی دیگری داشته باشیم. اما چیزی که می‌خواستم در این برنامه بیشتر روش تاکید بکنم این هستش که در طول سالهای گذشته خانم دکتر ندا مهربانی 4 کتاب هم نوشتن که ما در برنامه گذشته فرصت نشد که به اونها بپردازیم. 2 از این کتاب ها میدونم که درباره طب سوزنی هست، آشنایی مردم با طب سوزنی و چه بیماری هایی رو اصلا میتونه درمان بکنه و توانایی هاش چی هست، و کتاب دیگر هست Daily Affirmations که عبارات تاکیدی روزانه، و همچنین کتاب دیگری که اصلا خیلی جالب هست بهتون بگم که سروده های خانم ندا مهربانی هست که مجموعی اشعارشون هستش به نام Remembrance One. درسته؟ دوست دارم که یه مقدار درباره کتاباتون و خصوصا کتاب اشعارتون صحبت بکنید و اینکه به علت اینکه خودتون علاقمند هستید به مسائل اسپریچوالی و معنوی چطوری در مسیر طب سوزنی قرار گرفتید و چطوری اینا به همدیگه مرتبط میشه. بریم درباره کتابتون صحبت کنیم. کتاب Remembrance One که فکر میکنم که در روی آمازون هم هست اگر کسی بخواد تهیه کنه. کتاب های شما همه به زبان انگلیسی هست برای اینکه بله. خانم دکتر از چند سالتون بوده ایران؟ از 3 سالگی از ایران اومدم بیرون، ولی خب فارسی رو که خیلی خوب صحبت میکنید، تسلطشون بر انگلیسی هست. ولی من فکر میکنم که این کتاب ها رو حتما باید یه روز برای ترجمه هم شما بدین دوستان خوبه که میتونن ترجمه کنن که در اختیار فارسی زبانان هم قرار بگیره. بله. توضیحاتتون رو درباره کتاب میشنویم. مرسی. من همونجوری که میدونین در کلاس‌های عرفان کیهانی بودم و اصلا پایه اکوپانکچر، این کاری که ما میکنیم کایروپراکتیک اکوپانکچر، همش بستگی به وصل کردن انسان‌ها به کله و به هوشمندی کله. و من واقعا به این اعتقاد دارم که خود من نیستم که واقعا مریضا رو خوب میکنم یا کسایی که دکترا و هیلرا، این وقتی که همه انسان ها رو ماها یه وسیله هستیم که اینا رو وصل میکنیم به هوشمندی کل و خوب میشه. من اصلا همیشه ایمانم خب خیلی زیاده و دوست داشتم کمک بکنم و راه هم یه جوری باز شده که یعنی همیشه دوستانی بودن، کسایی بودن که راهنمایی کردن. و خیلی جالبه به خاطر که کایروپراکتور ها همشون بیشتر بلیف دارن که میگن حتی innate intelligence وقتی که اجاست میکنن این استخونا رو که ما میذاریم سر جاش، میگن که innate intelligence رو باز میکنیم که خود بدن آدم خودش رو هیل کنه. اکوپانکتورست ها که الان همه 6000 over 6000 years که این کارو دارن میکنن با مریدین های انرژی پاتوی یا مریدین ها کار میکنن. خیلی جالبه چون مثلا وقتی که ما روی باید رو کداورا کار میکردیم، روی انسان ها باید کار میکردیم، کاتش رو میکردیم و اینا، و مثلا میتونیم عصب رو ببینیم، عضله رو ببینیم، استخون رو ببینیم، ولی این مریدین ها انرژی پاتوی های اکوپانکتور رو نمیتونیم ببینیم وقتی که بدن انسان باز میشه. و در واقع طب سوزنی از
کانال‌های انرژی صحبت می‌کنه که وجود دارن و تأثیر می‌ذارن و تأثیرات عجیب و غریب هم می‌ذارن. درمان‌ها انجام میشه بدون اینکه چیزی به چشم واقعا دیده بشه. ولی نتیجه‌اش خب خیلی خوبه و این آکوپانکتوریست‌ها خب همه‌شون می‌دونن که این کار می‌کنه به خاطر اینکه همه انسان‌ها رو وصل می‌کنن به هوشمندی و خود هوشمندیه که بدن انسان رو هیل میکنه، چون این قدرت رو بدن انسان درونی داره، قدرت که درمان رو خودش داره. فقط باید کارهای درست انجام بشه که این بدن خودش در واقع تب سوزنی با اون راه‌ها و کانال‌هایی که خودش میشناسه که مثلا در جای مختلف هست. فرضاً من میدونم شما درباره مثلا کیسه صفرا صحبت می‌کردی، ولی در واقع توی این قسمت بدن نیست، مثلا یه جای دیگه شاید روی پا باشه. اصلا پیشنت هست مثلا میگن که ما نداریم کیسه صفرامونو در آوردن، ولی کانال‌ها از بین نمیره. کانال‌های انرژی هستش. هنوز هستش. و در واقع تب سوزنی به این طریق هستش که درمان می‌کنه و سابقه چندین هزار ساله داره. و من میخواستم بگم من چون خیلی همیشه تو سپیرچوالیتی و اینا بودم، همیشه من هم سمینار میرم هم کلاس میرم، ولی چند سال پیش که آشنا شدم با عرفان کیهانی اصلا خیلی چیزا برای من واقعا روشن شد که فهمیدم. بله با همون جا آشنا شدیم و واقعا دیدم که همه سوالایی که بیشترشون داشتم اونجا جوابشو گرفتم و دیدم که چرا اکوپانکتور، چرا این کارهایی که من واقعا اینقدر سال دارم انجام میدم چرا رو مریضا کار میکنه. اصلا هوشمندی و اینا همه برای من. و این کتاب actually به خاطر اصلا من کتابم رو دیدیکیت کردم به استاد محمد طاهری به خاطر اینکه واقعا فکر میکنم که این شخص مثل مولانا، مثل اینقدر آدمایی که اومدن همه رو بهشون هوشمندی انگار مثلا یه چیزایی یاد میدم و انرژی لول در واقع شمس دوران زمان ما میشه اسمش بله. گذاشت بله میبرم بالا، یعنی انرژی بر من. و واقعا به این اعتقاد دارم که الان هممون به یه جایی رسیدیم که همه آدمای رو دنیا به اینقدر لول انرژی پات وایبریشن رسیدیم که میفهمیم دیگه این تعجب آور نیست یا یه چیزی نیست که مردم میگن این چی. میدونید خیلیا خودشون اکسپریانس کردن چیزایی که میشه. برای همین اون موقعی که این کلاس رو برمی داشتم این آگاهی ها اومد و گفتم چرا این یه چیزیه که به من داده شده و من تونستم بنویسم باید با همه آدم شیر کنه. بله. اصلا زندگی همینه که آدم اون گیفتای اون چیزایی که خدا بهش میده، آگاهیایی که میاد، با همه بتونه شیر کنه، لذت ببره. که این کتابو به خاطر همین نوشتم. بله شما یعنی در واقع همیشه چون از ابتدا هم یادم میاد که میگفتید که دلتون می‌خواسته همیشه کمک کنید به آدما و دنبال یه راهی بودید و خب دنبال اون سه تا سوال اصلی بودین که انسان از خودش می‌کنه، از کجا اومدم، بله. برای چی اومدم و به کجا میرم. و در این مسیر قرار گرفتین با تب سوزنی که مثلا بر اساس مسائل روحی روانی هستش که به درمان میپردازه و خب در این مسیر با عرفان کیهانی آشنا شدید و خب کتابی رو که بعد اگه دوست دارید میخواین که صفحه اولش رو برای دوستان ما بخونید. بله خیلی هم خوش، من خیلی خوشحالم که اصلا افتخار دارم به خاطر اینکه خیلی ها این کتابی که خوندن خیلی بهشون پازیتیو انرژی، اصلا همینی که میدونم که این آگاهی ها به آدمای دیگه کمک میکنه و خود من واقعا افتخارش رو داشتم که همچین چیزی به خودم هم بیاد. برای من دوست دارم این dedication رو بخونم که حتما بخونید. This book is dedicated to the great masters who have changed the course of humanity and led us to more enlightened states of existence. One of which is Dr. Muhammad Ali Tahiri, whose work has changed so many people's lives, including mine, and led us into a state of understanding of the whole. His wisdom and knowledge goes beyond what is imaginable, and I feel blessed to have studied his work. بسیار عالی، من ترجمه این متن شما رو میخونم. این کتاب تقدیم میشود به استادی بزرگ که با آموزه‌هایش مسیر بشریت را دستخوش تحولی عظیم کرد و ما را در راه رشد و تعالی راهنمایی نمود. استاد محمد علی طاهری کسی که در زندگی بسیاری از انسان‌ها از جمله من تغییر و دگرگونی بزرگی در جهت درک جهان هستی پیرامونمان ایجاد کرد. خرد و دانش این مرد ارزشمند بسیار فراتر از آن چیزی است که در تصور بگنجد و برای همین من خودم را خوش اقبال می دانم که توانستم با تفکر و اندیشه های او آشنا شوم. مرسی. خیلی زیبا نوشته بود شما این که ترجمهش کردی. فکر کنم بقیه کتابتون هم خودم ترجمه کنم. همینو فکر میکنم.
بسیار زیبا. به هر حال همونطور که دوستان ما میدونن یه اشاره کوتاهی میکنیم که آقای محمد علی طاهری نویسنده، پژوهشگر و آموزگار معنوی هستن. ایشون بنیانگذار دو طب مکمل فرادرمانی و سایمنتولوژی هستن که متاسفانه به دلیل اینکه کتاب و کلاس‌هاشون خیلی با استقبال روبرو شده بود و احساس خطر برای دولت، ایشون مدت حدود 6 سال هست که در زندان انفرادی هستند، با اینکه 5 سال زندانی که به ناحق براشون بریده شده بود تموم شده و هنوز 8 ماه گذشته و ایشون هنوز در زندان هستند و در اعتراض به این مسئله مدتی هست که در اعتصاب قضا به سر میبرند و از 25 مهر ماه هم خانواده ایشون هیچ اطلاعی ازشون ندارند و سازمان‌های حقوق بشری جهان هم درباره ایشون بسیار صحبت کردند و سایتی هم هستش که بهتون براتون میگم دوستان عزیز، ماتاهری.ca، که اگر که به این سایت برید به شما راهنمایی میکنن که بتونید صفحه امنستی رو، این پتیشن امنستی سازمان عفو بین الملل رو امضا کنید که این امضاها بسیار مؤثر هست برای نزدیک شدن به آزادی ایشون اگر که خدا بخواد و این اتفاق بزرگ بیفته. البته یه اپی هم هستش روی کسایی که آیفون دارن، SOS امنستی. این اپ رو اگر روی تلفنشون داشته باشید میتونید روش برون کلیک بکنید و یک یک امضا بکنید که این امضا کاملا محرمانه خواهد بود و قدم بزرگی هست برای آزادی این اندیشمند بزرگ. همینی که شما میگین واقعا آدمایی مثل واقعا استاد طاهری که اومدن بشریت رو عوض کنن، هوشمندی رو زیادتر کنن. من خودم یه نفر واقعا با هوشمندی آدما رو آشنا کنن. خود من واقعا زندگیم خیلی عوض شد، چون ما همه پرابلم دارن، همه زندگی ها مشکله و وقتی که این یعنی یه آرامش خواست و وقتی که آدم خیلی از سوالاش جواب داده میشه اون آرامش و پیسی که باهاش میاد اصلا واقعا بعد همینو آدم شما فکر کنم من یه نفر خودم رو چند نفر کار میکنم. It's a domino effect. همینه اتفاقا میخواستم ازتون سوال بکنم که آیا شما از مریضایی که میان به مطبتون به غیر از طب سوزنی، چون که شما دیگه آشنا هستید با نحوه فرادرمانی، آیا استفاده میکنید؟ فرادرمانی رو من روی همه پیشنت استفاده میکنم و بهشونم میگم که من یه کار دیگه هم روتو میکنم و واقعا نتیجه هایی که ما گرفتیم، من خودم first hand یعنی experience کردم که کارهایی که میکنیم تو آفیس، چیزایی که من دیدم با این علم اصلا واقعا معجزه است، ولی برای ما هم مثل معجزه میاد به خاطر اینکه خب هوشمندی کل، همه چی معجزه است با هوشمندی کل، ولی ماها انقدر مثلا لیمیت برای خودمون انسانا میذارن، محدودیت میذارن که وقتی این چیزا میشه فکر میکنی معجزه است، ولی وقتی آدما یه ذره اوپن مایندد تر به این مسئله نگاه میکنن میبینن که ما همه این چیزا رو بهمون دادن. ولی خیلی متاسفم که کسایی که میخوان مثلا استاد طاهری آدم هوشمندی بدن و اینا مثلا باید تو زندان باشن یا زجر بکشن و اینا به خاطر اینکه میخوان بشریت رو بهتر کنن. اتفاقا یه جمله جالبی درباره اوشو به من گفتید که درباره بله. صحبتش خیلی جالب، اگه اونو برای بینندگان من این اوشو، من خب کتاب خیلی میخونم، اوشو هم یکی بود که خیلی کانتروورشیاله، اوشو رو هر کسی خوشش نمیاد ازش، ولی من خودم دوست دارم کتاب زیاد بخونم. بعد میگفتش که اگر با مردم در سطح خودشون صحبت کنین خب دوست دارنت، در سطح خودشونین، اگه یه لول بالاتر باشون صحبت کنین میگن طرف جینیس، خیلی باهوشه، به به خیلی گوش میکنن، دست میزنن. یه لول بالاتر باشون صحبت کنین هیچی نمیفهمن، سومین لول همه خوابشون میبره و اصلا گوش نمیکنن، چهارمین لول اینه که زندان میندازنت، کتکت میزنن، شکنجت میدن. برای همینم که این حرف اوشو بود که این متاسفانه پیش میاد این مسئله. بله متاسفانه واقعا میان برای اینکه واقعا کمک بکنن و راههای تازه‌ای نشون بدن، به دلایل بسیار زیادی که حالا اینجا جاش نیست ما بپردازیم، براشون کارشکنی میکنن و مانع ایجاد میکنن. بله. اما همین که به هر حال این پیام اومده در سراسر دنیا به گوش من و شما هم رسیده و شما در مقطع کار خودتون که
دکتر هستید و بیماران میان پیشتون و اینجا روی اونا کار میکنید، دربارشون صحبت میکنید، در واقع اون چیزی که باید گفته میشده شده و این راه خودش رو در همه جای دنیا پیدا خواهد کرد. درسته. و پیشرفتش. من میدونم شما خیلی اهل تحقیق هستید و شخصیت‌های مختلف رو میرید و کلاساشون رو برمیدارید و سعی میکنید که به طور مداوم تو کارتون تا یعنی با چیزای جدیدم آشنا بشید و خب به هر حال این خیلی خوب هستش که شما اینقدر تحقیقات زیادی دارید در این زمینه. اما یه سوال این که چرا بعضی از دکترها فرق میکنن؟ مثلا ما میگیم که خب ایشون هم تب سوزنی انجام میده، ایشون هم تب سوزنی انجام میده، چرا مثلا بعضی وقتا پیش یکی آدم حالش بهتر میشه ولی پیش یکی دیگه نتیجه نمیگیره؟ آیا دلیل خاصی داره این مسئله؟ من واقعا فکر میکنم especially به holistic medicine که تب مکمل هستش، این کسایی که این کارا رو میکنن واقعا خودشون باید این بیس اسپریچوالیتی و خیلی هم دارن به خاطر که اصلا برای همین میرن دنبال تب سوزنی یا کارپکتور اینا. ولی من خودم همیشه به این اعتقاد داشتم که من یه وسیله هستم و انسانها رو، کسایی که میان پلومو، با هوشمندی کل باید، من خودم واقعا هر چقدر آدم اینفورمیشن داشته باشه، چون انسان انقدر کامپلیکیتد و انقدر لیرهای مختلف داره، یک انسان دیگه واقعا نمیتونه، انقدر گنجایششو نداره که بتونه کمک کنه، مگر اینکه به قول دکتر تایری و آدمایی که اومدن قبلا، آدم تسلیم باشه. وقتی دکتر تسلیم باشه، کسی که داره این کار انجام میده تسلیم باشه و شاهد باشه، اون موقع میتونه واقعا معجزه ها رو، من خودم با چشم خودم انقدر معجزه دیدم که خودم هم اصلا موندم که چجوری این مریضا به این خوبی زودی خوب میشن، به خاطر که خب توی کار کل آدم همش معجزه است. مگر هر کل فرستاد رهنمونم. دکتر ندا مهربانی، متخصص دردهای عضلانی و مفصلی، طب سوزنی و طب چینی. در مطب دکتر ندا مهربانی با استفاده از دستگاه‌های مجهز و پیشرفته، انواع ماساژ‌های طبی، داروهای 100% گیاهی و نرمش‌های مناسب در محیطی گرم، شاداب و صمیمی به شما کمک می‌شود از دردهای آزاردهنده رهایی یافته و سلامتی کامل خود را بازیابید. قبول تمامی بیمه‌های سلامتی از جمله مدیکر و مدیکال. مطب در شهر انسینو. تلفن 818-990-5321. drneda.com. صحبت ما خیلی به نظر من جالب و جذاب صحبتی که میکنید و میتونیم خیلی زیاد دربارش حرف بزنیم، ولی خب فرصتمون تقریبا رو به پایان هستش. یه مقدار درباره کارتون، این که ساعت‌های کاری مطب شما میدونم که چطوره. من فکر کنم به خاطر که شما دیگه رو تیوی رفتیم، اینقدر آدم‌ها با ما آشنا شدن، ساعت‌ها رو زیادتر کردیم که بتونیم بیشتر کمک کنیم. ما الان خوشحال هستیم، خیلی ممنون شما از شما استقبال کردید. مرسی از بینندگان. واقعا چیزی به غیر از واقعیت و اون چیزی که خودم حس می‌کنم و در برنامه قبلی هم همونو گفتم و الانم همونو میگم، بنابراین خب دیگه هر کسی خودش برداشت میکنه که آیا میخواد بره تجربه کنه یا نه. خب خیلی واقعا از بیماری هایی که شاید توسط دوستان دیگه درمان نمیشه، تب سوزنی از راه‌های دیگه، همون باز کردن کانال‌های انرژی، میتونه خیلی کمک بکنه. بیماری‌های مزمن، دردهای عضلانی مثل میگیره، حتی دردهای بیماری روحی مثل افسردگی یا حتی اسکیزوفرنی، من میدونم که شما تجربه داشتید که بایپولر، بله. اینا رو اف کورس مثلا اینا خودشون هم دواشون رو میخوان، هم میرن سایکولوژیست یا سایکوتراپیست، ولی اکوپانکتور هم خیلی 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 کمک میکنه. یعنی وقتی اینا رو کامباین میکنن با هم، چون میگم روی انرژی پاتوی ها کار میکنه، خب خیلی عمیق‌تر از ماساژ و خیلی عمیقه این مسئله. یعنی حتی برای لاغری، من میدونم که تب سوزنی میشه لاغر شدن که همه خیلی دوست دارن لاغر بشن و همینطور دیگه چه بیماری هستش، شما هم کارهای دیتاکس هم انجام میدین؟ بله، کارهای دیتاکس بدن
و کلن هر چیزی که درباره هلت و سلامتی جسم و روح باشه دیگه. دیگه هفت روز هفته هم اونجایی مشت جان. هفت روز هفته تا 11 شب. بله خب من این وقتی که شما رو ببینم دیگه شما تا 11 شب اونجا هستید. مطلب خانم دکتر ندا مهربانی در شهر انسینو هسته. شماره تلفنش 818 اگر حفظ باشم 990-5321. مرسی. خدا رو شکر حفظ بودم. و اینکه شما اونجا البته ماساژ هم دوستان عزیزی هستن که در هر ساعتی میتونن برن اونجا ماساژ بگیرن. بله. و همچنین شادابی پوست صورت درست میتونه کمک کنه، چون کلن روی قسمت روح و روان کار میکنه و روح در واقع روی جسم خیلی تاثیر میذاره. بله. میتونه رو همه اینها تاثیر بذاره و همونطور که شما گفتید در واقع خود بدن رو انرژی خفته بدن بیدار میشه برای اینکه به ترمیم و بازسازی و در واقع درمان خود بدن خودش بپردازه. درست. این چیزی که هستش. بعد من میدونم که سرویس رو در منازل هم شما خواهید داشت از این به بعد برای کسایی که نمیتونن بیان دردشون زیاده یا وقتشون ندارن، در خونه و کمپانی ها، یعنی آدمایی که تو کمپانی کار میکنن، مثلا میگم من همکارام همه درد دارن، همه گردنشون درد میکنه چون همه پای کامپیوترن. مثلا برای همینم ما میتونیم آدم بفرستیم، خودم یا کسای دیگه که میتونن برن، حتی آن سایت تو همون کمپانی هم میتونیم روشون کار کنیم، همونجوری که گفتیم قبلا هم بیمارم قبول میکنیم همه. بله رو... این خیلی مهم هستش که شما بیمار رو همه بیمه‌های درمانی رو قبول میکنید و معمولا همه جا اینطور نیستش که بتونن و امکانات خیلی خوبی فراهم کردید واقعا. مرسی. برای کمک به هموطنانتون. البته خب خیلی میدونم که ملیت‌های دیگه و آمریکایی‌ها هم پیش شما زیاد میان. درست. اما خب به هر حال ما داریم الان در تلویزیون ایرانی روی گفتگومون با هموطنانمون هست. من فکر می‌کنم بعد از برنامه امیر هم باید بیاد پیش شما، چون دستش شکسته و متأسفانه باید براشون تب سوزنی بزنیم، ماساژ بدیم که هر چی زودتر جریان خون زیاد بشه که زودتر خوب بشن، بیشتر کار بکشن. چند نفر اینجا همین الان به رضا که اومده پیش شما و من همینطور و فکر کنم که رامین هم قراره که بیاد. درسته. درمان پیش شما و خواهش. مرسی ازتون. ما همه اینجا هستیم تا به تدارتون بخواهی مریض هست که احتیاج به درمان داریم. خیلی خوشحال شدم. مرسی از وقتی که به من دارید. مرسی از شما، از وقت شما. همیشه من خوشحالم و افتخار میکنم که سپانسرتون میکنم. بله. ممنون از شما. مرسی از شما. واقعا امکان نداشت که بتونیم این برنامه رو ادامه بدیم. از لطفتون ممنونم. تشکر میکنم از همکارانم در کادر فنی تلویزیون اندیشه، آقای رامین برزگر، آقای امیر درخشان، آقای رضا کیهان و دیگر دوستان. تشکر میکنم بار دیگر از خانم دکتر ندا مهربانی که تشریف آوردند و همچنین از شما بینندگان عزیز که به برنامه ما توجه کردید. تو ز چشم خیش پنهانی، اگر پیدا شوی در میان جان تو گنجی نهان آید پدید. تا برنامه دیگر، روزگار به همه شما خوش. دوستتون دارم. دکتر ندا مهربانی، متخصص دردهای عضلانی و مفصلی، طب سوزنی و طب چینی. در مطب دکتر ندا مهربانی با استفاده از دستگاه‌های مجهز و پیشرفته، انواع ماساژهای طبی، داروهای 100% گیاهی و نرمش‌های مناسب در محیطی گرم، شاداب و صمیمی به شما کمک می‌شود از دردهای آزاردهنده رهایی یافته و سلامتی کامل خود را بازیابید. قبول تمامی بیمه‌های سلامتی از جمله مدیکر و مدیکال. مطب در شهر انسینو. تلفن 818-990-5321. drneda.com. سان دیگو یکی از زیباترین شهرهای جهان، هشتمین شهر بزرگ آمریکا و دومین شهر بزرگ کالیفرنیا است. برای مهاجرت به سان دیگو که همواره میزبان ده‌ها هزار تن از هموطنان مهاجر میباشد، با مشاور آگاه و صمیمی، مسئول ریاضتی با بیش از 20 سال تجربه تماس بگیرید. تلفن 619-889-7990. شراره شیروانی، مشاور و یاور مهربان و امین شما در امور املاک در شهر یوستون. شهر یوستون در بحران اقتصادی دچار رکود نشده و با ایرانی ها میهمان نواز، خونگرم و مهربان است. با شراره شیروانی تماس بگیرید. 713-443-3880.
عاشقانه. با مژده حبیبی.